فیلم سینمایی مردان خشن که تو سال 1350 ساخته شده، از این قراره که ایاز با خانواده نصیر خصومت داره و توطئه‌ای رو ترتیب میده که بزرگ اون خانواده به زندان بیفته. نصیر که قصد انتقام گرفتن داره با پهلوانی مواجه میشه و راه و روش پهلوانی رو ازش یاد میگیره، اما چون نمیتونه بر خشمش غلبه کنه، دختر ایاز رو میدزده. اون در نهایت بعد از کشته شدن ایاز پشیمون میشه و با دختر محبوبش ازدواج میکنه. بخشایی از فیلم مردان خشن رو با هم تماشا میکنیم. اما خان اول دیو سفید هر رامزاده میدان را خالی از تهمتندی، گرد خاک را انداخت، تک تازی ها کرد، قلیان را بر گوشه لب گذاشت، حالا پک نزن و کی پک بزن. مگر دیو سفیدم قلیان میکشید برادر؟ چرا نمیکشید خواهر، حالا که کشیدست. بله، دیو سفید حرامزاده هم عین بعضی آدمهای حرومزاده این دور و زمونه که لعنت خدا و خلق خدا بر هر چی آدم شیرین ها پات خوردست، لعنت بشمار بشمار، بلند بگون بشمار بشمار. و اما بشنوید از مرد مردان، گل سیستان، نیر اعظم، آفتاب سپیده دم، خداوند رخش، رستم تاج بخش، منزل به منزل، سید منازل، مولا یار پهلوون. دمت گرم باشه پهلوون. آمد تا رسید تو قهوه خونه. داش بقرون دوره که قهوه خونه نبوده. چرا نبوده؟ خوبم بوده. پس مردم کجا چای میخوردن؟ القصه رستم دستان نگاهی به دیو سفید حرامزاده انداخت که اون شیر ناپاک خورده از وحشت بر خود لرزید و شلوارش دیو لاکردار به فکر فرو رفت که چه کند چه نکند. معلومه چه چرت و پرتی به هم میبافی؟ ایاز خان تو که میدونی ما شیله پیله تو کارمون نیست، جادم رو تخم چشمی ماست. میگوی نه؟ میخوای یه دور دورت بگردم تا باورت بشه؟ دعی رو حاضرش کن، بیا اینم یه دور، دعی رو بده ببینم، زود باش معطلش نشو. این که پنجیه. خب نیم دور طلب ما یه دعی میستونیم یه دور میگردیم. فیلم گلپری جون که تو سال 1353 ساخته شده، از این قراره که یه زن و شوهر شب و توی قهوه خونه میگذرونن. زن که باردار بوده توی قهوه خونه زایمان میکنه و دو قلو به دنیا میاره. زن قهوه چی یکی از این دخترها رو برای خودش نگه میداره و اون یکی رو به مادرش میسپره. والدین دوتا دختر توی تصادف قطار کشته میشن. حالا یکی از این دخترها وارث ثروت والدینشه و اون یکی بین یه گروه مطرب دورگرد بزرگ شده. بخشایی از فیلم گلپری جون رو با هم تماشا میکنیم. میرقصیم مطرب همینه بازم. پس چرا نمیرخصی؟ برخص دیگه. آخه نمیتونم، من رقص بلد نیستم. برخص دیگه دختر سید باش. عجب گرفتاری شدم، مخده نونه داره آجور میکنه بی خودیا. خدایا چیکار کنه؟ خدا چیمچاره کن، بزنه تو اون کمرت. آخه برخص دیگه، دیر تو کمرت جمع شده، دارم میبینم. با خدا از اینجا الان اختشاشی میشه، الان صبری بکنین، الان من فیصلش میدم. بابا چی رو مسخره بازی شده را بردی؟ به همه دنیا میرن شهر رقاصه میشن، تو رفتی شهر اون وقت اومدی رقاصی یادت رفتی؟ آخه من بلد نیستم برقصم. خب برو گم کنی، مسخرش درها بریده. خزار محترم رقاصه ما امروز کی سالت داره، سرما خودش داش گرفته نمیتونه برقصه. خب حالا که طوری نشده، خودم عملیات پهلوانی رو برای شما مجددا انجام میدم. خوبه؟ میخواد ما پول دادیم اون برقصه، یا حالا پولام رو پس بده. راست میگه، پولام رو پس بده. گلپری باز برقصه. شما ها غلط کردین، پول دادیم. پس من خودم نمایشایی که دادم چی میشه؟ کلی من عملیات پهلوانی من انجام دادم. فیلم سینمایی رضا هفت خط که تو سال 1351 ساخته شده، راجب رضا هفت خطه که وانمود میکنه توی تجارت تبحر داره. اون با اقدس آشنا میشه و با اون قول ازدواج میده. رضا به زندان میره و بعد از آزادی اقدس رو از خودش میرونه. اقدس بدون اینکه رضا بدونه سعی میکنه بهش کمک کنه که کاسبی مناسبی راه بندازه و طی سلسله اتفاقایی در نهایت این دو نفر با هم ازدواج میکنن. بخشایی از فیلم رضا هفت خط رو با هم تماشا میکنیم. شک کنین دیدین هیچ عیبی نقصی تو این زنجیره نیست. اینو ببند، به من میرم بچه. خوب ببندش، سفت و محکم ببند. همچین ببن که بتونم پارش کنم. یه رو بگیم هرکی میخواد این زنجیر پارش هست سلامت بلند خط ماشالله یعنی بده به چپ علی مواظب اجالت آمدی من نوکر همه بودم حالا برای تو یه مجموع کار میکنم این که چی بری؟ قربون همتون برابو خودم آهای پهلوون پهلوون اگه راست میگی من یه زنجیر دارم میارم پارش کنی 100 تومان بهت میدم نوکرت هم هستم آقا فرمودن یه زنجیر واسهشون پاره کنم 100 تومنم بهم میدن برو زنجیرتو برد بیاداش 100 تومنتم حاضر کن برو نوکرتم ما از این بیدا نیستیم که این بادا بلرزیم آقام خود زنجیر واسهش پاره کنم هیچ کاری نداره خب بریم سر کار بعدیمون رفته حالا واسه ما زنجیر بیاره سبیره به دست کنم برو کنار آقا آقا برو کنار واسه کنار برو کنار آقا برو کنار خب داک زنجیر تو آوردی؟ این از زنجیرت زنجیر آقا رو نگاه کنیم برا ما فرقی نمی کنه ما از این بیدا نیستیم که این بادا بلرزیم به من زنجیرت آقا اما شما خودتون انصاف بدین آیون این زنجیر دلار رو به فیلم ببندی نمیتونه پاره بکنه ما زور خودمونو میزنیم انشالله که پارچ میکنیم بردیز چاری بادا بخواد زنجیر پاره خب بس آقا تموم شد سریع تو رد کن بیا بذارش پیش شاگرد من که آخر سر زیرش نتنی داشت حالا سایون ما رفتیم سر پاره کردن زنجیری که این آقا واسمون آورده 100 تومنم به همون پول داده باشه باشه ما حالا باید چیکار بکنیم؟ باید چیکار بکنیم؟ این زنجیر پاره کنیم ای والا ای والا ای والا هر کی میخواد این زنجیر پاره بشه سلامت بلند خط بکنه جوش دانم یا علی فیلم سینمایی گل های گیلان که تو سال 1341 ساخته شده از این قراره که مردی جان دوستش رو توی شکارگاه نجات میده دوست بعدها شیفته یه دختر مرد میشه و تصمیم به ازدواج با دختر مرد میگیره اما با مخالفت اون روبرو میشه دوست قصد جان پدر دختر رو میکنه ولی پدر پیش دستی میکنه و اون رو به قتل میرسونه بخشایی از فیلم گل‌های گیلان رو با هم تماشا میکنیم گوش کنید مردم چند لحظه دیگه مسابقه خودمون رو شروع میکنیم فراموش نکنید که این یک سنت آبا و اجدادی ماست که باید حفظ بشه امروز آخرین دور کشتی فصلی ماست این برم متعلق به کسی این دور کشتی رو ببره هر کس این برم رو ببره 1 سال قهرمانه و همه چیز برای اون مجانیه تا به حال یوسف همه حریفای خودشو از میدون بدر کرده و حالا هر کس خودشو حریف یوسف میدونه بیاد وسط این گوی و اینم میدون حریفت منم حاضر شو نه، من هرگز دست به روی رفیق خودم دراز نمی کنم. این نامردی. ترسیدی بعد به اخه غیرت داری بیا میدون. نه آقایت تو رفیق من، ما با هم نون و نمک خوردیم. من آزرم بازوبند پهلوانی خودمو بهت بدم، اما با تو کشتی نکردم. تو حریف من نیستی. تو باید جلوی همه مردم پیش من زانو بزنی و پای منو ببوسی. باید شکست خودتو اعلان کنی و قولم بدی از این ده بری بیرون و الا باید با من کشتی بگیری. یالا تصمیم بگیر. آقا یدالله تو مگه دیوونه شدی؟ مردی و مردانگی سرت نمیشه؟ فوراً روی یوسفو ببوس و از اون معذرت بخوا. یوسف سگه کی باشه که من ازش معذرت بخوام؟ اگه غیرت داره بیاد. فیلم سینمایی داشاکل به کارگردانی مسعود کیمیایی محصول سال 1350. ماجرای قهرمانی‌ها و مردونگی داشاکل رو همه مردم شیراز میدونن. یه حاجی شیرازی که زمانی با داشاکل همسفر بوده قبل از مرگش وصیت میکنه که اون به کارهای زندگی و املاکش رسیدگی کنه، اما داشاکل در برخورد با خانواده حاجی ناخواسته به دختر حاجی دل میبنده. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. شما چرا زدین کنار؟ واه دست شما درد نکنه، سر شما درد نکنه. خب حالا چی میخواین؟ چه بعدا؟ خب بفرمایید چه فرمایشی دارید؟ هیچی، ما داشتیم میرفتیم تهرون که بدبختانه ماشینمون خراب شد. خراب که چه عرض کنم، هوایی شد. نه جانم بیابانی شد. اون ماشین مال شماست؟ آره. چرا رفته اون بالا؟ حالا از این آقا بپرسید. سلام دنده یکش خوب کار میکرد. میدونین آقا شوفرمون اومد چشمچرونی کنه، ناغافل زب تو دنده هوا. چشمتون روز بد نبینه، ماشینم عین دیو تنوره کشید و پرواز کرد. خداییش بود که مثل آپولوی 13 دچار نحسی شد، ولی ما الان تو کره ماه بودیم. دروغم نمیگم. ببینم حالا از دست من چه کاری ساخته است؟ حالا اگه اظهار لطف کنین و ما رو برسونین تهرون خیلی ممنون میشیم. خواهش میکنم بفرمایین، اتومبیل مال خودتون. مرسی آقا. سوارشین بچه‌ها. جناب آقا ممکنه خواهش کنم که میشه با ماشینتون اتوبوسم منو بکسل کنیم ببرین تهرون؟ قربونتون برم الهی. خوبه بارا پی کارت راننده کنی توت به این شانس بیاد نرسیده برشون داشت رفت. ای بابا حالا من موندم و این بیابان کی میرد این همه راه را توت بقرد. معذرت میخوام خانم ها، ممکنه بپرسم شما ها با هم چه نسبتی دارید؟ دوستی. آها فهمیدم، دوست خیلی خوبه. شاعر فرموده دوست نارها انتظار و نارها. خب با دوستان کجا تشریف برده بودید؟ شما. صحیح شما کجا شما؟ رامسر. به به منم که همونجا بودم. پس چطور اونجا ندیدمتون؟ شما سعادت نداشتید. باز جای شکرش باقیه که از همین نصف را موفق به زیارتتون شدم. زیارت قبول؟ مرسی. بهش برسی اما نگی به کسی. سنگ پای قزمینم حریف اینا نمیشه. اجازه امام دست شماست بفرمایید. رادیو چه نازی جون، خودت دستمون بخون که صدا دستت تا رادیو قشنگتری. واقعا شما چقدر خوشباورینا. جلوی شما خجالت میکشه. ایوا نه. نازی خانم ناز میکنه.